سلامی دوباره به شما دوستان عزیز دیوینت پلیر، خوشحالم که تونستم توجهتون رو جلب کنم و ممنون از این که به پایین های من علاقه نشون دادین و خوشتون اومد. این سری دیگه نیومدم با یه بایند جدید، این سری اومدم خود بایند ها رو بهتون یاد بدم که چجوری بسازیم. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون خواهش میکنم که چنل رو سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو بزنی که ویدیوی جدیدم ببینی. خب همونطور که گفتم من از منبع ویکی دیوینت استفاده میکنم و اساس همونم میرم جلو. خب ببینید دوستان، بایند ها سه نوعن، یا سینگل بایندن یا مالتیپل بایندن یا نستد بایندن. من اول سینگل بایند رو توضیح میدم. خب سینگل بایند مثل همون بایندهای قبلی که ما استفاده میکردیم، بایند فاصله اون کلیدی که میخواستیم انتخاب کنیم، فاصله اون دستوری که داشتیم و در نهایت ولیوی اون ارزشی که قرار بود برای اون دستور صورت بگیره که یا صفر بود یا یک. یه حالت دیگه داریم از سینگل بایند که ما با دو تا کلید میتونستیم این بایندمون رو بسازیم، یعنی با فشردن دو تا کلید ما میتونیم که اون بایندمون رو اجرا کنیم. از اون دوتا کلید یکیشون باید حتما جز این سه تا باشه، کنترل آلت و شیفت. نوع بایند بعدیمون بایندهای مالتیپل یا چندگانه هستن. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که یک کلید رو فشار میدیم دو یا چند دستور اجرا شه. این دستورا باید حتما داخل دابل کوتیشن قرار بگیره، یعنی هر چند تا دستور داشتین با دابل کوتیشن شروع پایانش رو حتما قرار بدین. خب دستور اولی که نوشتین به وسیله سمیکالن جدا کنین و دوباره دستور بعدی که نوشتین همینطور انقدر این سمیکالن رو بزنین تا آخرین دستور سمیکالن احتیاج نیست. اینجوری هم مالتیپل بایند انجام میشه. نوع بایند بعدی اون بایندهای نستد یا تو در تو هستن. یعنی چی؟ خب این یکی از بایندهای خیلی مهمه که خیلی از دوستان اصلا نمیدونن چجوری کار میکنه و بایند خیلی مهمی هم هست. یکی از کاربرداشو بخوام بگم، برای مثلا استفاده کردن یک دستور با خاموش روشن شدنش روی یک کلید که میتونیم با این دستور خیلی راحت از این قابلیت استفاده بکنیم. خب من اول فرمت کلی دستور رو توضیح میدم، بعدش یه مثال میزنم از دیپ پلای برای مثال خاموش روشن شدنش روی یک کلید، چون میدونم 90%تون اشکالش رو دارین و اینو حتما میذارم انتهای ویدیو که بدونین چطوری داره کار میکنه این استپ بایند. خب اولین کلیدمون دقیقا شروع کننده اون بایند ماه، یعنی اون کلیدی که بزنم بایندی تو درتون اجرا میشه. بایند بعدی که برای کلید بعدی می نویسم و حتما با وسیله بک اسلش جدا کنم، دستورمو میزنم، ولیوم میزنم، سمیکالن میزنم، دوباره بایند بعدی رم همینطور، ولی این سری با سه تا بک اسلش جدا میکنم و دوباره دستور رو میزنم، همین مراحل انجام میدم و در انتها سه تا بک اسلش داشتم که باید حتما خروجیش اونا رو بزنم مجدد. یه دونه دابل کوتیشن داشتم که اونم مجدد میزنم که بسته بشه و یه دونه دیگه بک اسلش داشتم اینور و اینورم همینطور، اونم باز میزنم که بسته شه، باز دابل کوتیشن بعدی رو میزنم که بسته شه، یه دابل کوتیشن هم انتهایی داشتم اونم میزنم که بسته شه. خب اینجا هم نوشته دیگه، من اگه بخوام یه دونه بایند تو در تو استفاده کنم، دو تا، سه تا، چهار تا یا پنج تا نهایت استفاده کنم، این تعداد بک اسلش هایی که میتونم قرار بدم. خب اینجا یه ذره منظم‌تر کشیده که قابل فهم‌تر باشه. دوباره من توضیح میدم، ببینید بایند کلید یه دابل کوتیشن باز میکنی، دوباره اونور انتهاش باید ببندین، یه بایند کلید دوباره، این سری بایند تو در توه، باید از بک اسلش استفاده کنی، دوباره اون دابل کوتیشن رو باز میکنیم و انتها هم باید ببندیم. اینجا هم ببینید اونم باید تکرار شه. دستور رو مینویسیم، سمیکالن رو میزنیم و دوباره بایند جدید رو میزنیم و چون بایند جدید رو میخواییم تو در توی جاشه، دوباره سه تا استفاده میکنیم و یه دابل کوتیشن، سه تا همین و دوباره دستور رو میزنیم، سمیکالن و دوباره میخواییم بایند تو در توی اجرا کنیم، یه بایند دیگه میزنیم و این سری به جای سه تا فکر کنم هفت تا بود و هفتم اینور قرار میدیم، دوباره دابل کوتیشن رو میبندیم، دوباره دستور این سری دیگه نمیخوایم، اگر میخواستیم باز طبق همون عددی که اون بالا بود بعد بک اسلش اضافه کنیم، بک اسلش رو دوباره من میبندم و اینجوری میشه که بایندی تو در تو انجام میشه و بایند دیپ فلای هم از همین روش میتونیم راحت بسازیم. خب بچه ها برای اینکه تایم ویدیو طولانی نشه من این ویدیو رو به دو پارت تقسیم میکنم و ادامه و پیاده سازیشون و تستشون تو ویدیو بعدی قرار میدم. لطفاً کامنت و لایک و سابسکرایب و اینا رو بهتر کنید که دیگه ویدیو بعدی بهترین ویدیویی باشه که توی بانک دیدینت ما داشته باشیم. ممنونم، مرسی، ویدیو بعدی میبینمتون.